باید ما به اتاق حراست و پلیس برسه. چطور تو هم بیای؟ کی تشریف آوردید؟ یه دو ساعتی میشه. چند لحظه بیشتر نذاشتن از پشت پنجره اشکانو ببینه. دیروز بد حرف زدم. بله، بد حرف زدیم. شرمنده. دشمنتون شرمنده. کلوه نفر دنبال اشکان، خون اشکان رو ملافه ها دیده، هر حال ریخته به هم. خلیل باش سر بزنی، بعد هر کاری خاصی بکن. خلیل رفتم کلانتری دنبالش، کاری نکرده. خلیل اون الان حالش طبیعی نیست، ریشت رو میسوزونه باطله.
دو سال از ازدواجم با محمد رضا گذشته بود. دو سال خوب و با هم سپری کرده بودیم. قد دو سال ستاره بزرگتر شده بود. قد دو سال علاقه من و محمد رضا به هم بیشتر شده بود. قبل از محمد رضا را اصلا یادم نمی اومد. قبل، بعد، دیروز و امروز همه چی محمد رضا بود. یه شب محمد رضا با سر و صورت خونی اومد خونه. نشستم به حرف کشیدمش، جواب نداد. زخمشو شستم، جواب نداد. التماسش کردم، جواب نداد.
کی زده، چرا زده؟ جواب نداد. نصف شب شده بود. کیسه یخی که روی صورتش گذاشته بودم تا پای ورم چشمش به خواب آب شده بود و محمد خوابش برده بود. عین ستاره، عین بقیه اعضای خانوادش. تلفن خونه زنگ خورد. هراسون از زنگ نیمه شب رفتم و گوشی رو برداشتم. یه زن پشت خط بود. صداش بد می رسید. چند بار دو کلمه رو تکرار کرد. نامفهوم بود، نمی فهمیدم چی میگه. اونقدر گفت تا حرف و کنار هم گذاشتم و فهمیدم میگه داداش محمدم حالش خوبه. اون اولین بار بود که من صدای آتنا رو میشنیدم. صدا نبود، بیشتر شبیه خراش بود، یه صوت ضعیف. آتنه بود. در موردش زیاد میدونستم، درباره طلاقش از خلیل دشتی، درباره راه و روشی که برای زندگیش پیش گرفته بود، قصه نبودنش تو صورت و قلب پدر و مادرش و دوتا داداشاش که غیرتی بودن و زیاد حرص نبودن خواهرشون رو میخوردن دیده میشد. خلاصه ندیده آتنه شناس شده بودم. پشت تلفن صداش طبیعی نبود. کسی گوشی رو از دستش گرفت. یه خانم، یه پرستار. پرستار بیمارستان میخواست بدون نسبت من با آتنه چیه. گفتم زن برادرشم. گفت برسونید خودتون رو بیمارستان. آدرس گرفتم، به هیچ کس نگفتم. همون نصف شب خودم رو رسوندم به بیمارستان. وقتی منو به تخت آتنه راهنمایی کردن، وقتی برای اولین بار دیدمش، چنان کتک خورده بود که به سختی چشاشو باز نگه داشته بود، ولی لباش تکون میخورد. ضعیف، با همون صوت ضعیف، انگار میخواست حرف بزنه. گوشمو نزدیک لباش کردم، به سختی میشنیدم داره چی میگه. گفت رخساری؟ گفتم هستم. گفت داداشم خوشبخته؟ گفتم هست، اگه تو برگردی خونه. از میان چشای ورم کردش اشک سرازیر شد. بیپناهی گوشه موبایل و تخت خواب و دیوار نیست که بشه بلافاصله دیدشون، ولی من بلافاصله آتنه رو بیپناه دیدم. بیپناه اینه یا کریمی زیر بارونای تند پاییزی. من توی آتنه اون موقع هیچ بدی ندیدم، فقط یه جسارت به درد نخور و بلند پروازی های کاذب و دست نیافتنی دیدم توش که رسونده بودش به اینجا، به جایی که وقتی برادرش رفته بود سراغش تا برش گردونه قلچماغا ریخته بودن سر محمد رضا و آتنه سپر مشتا و لگداشون شده بود تا به برادرش آسیب بیشتری نرسه. تا صبح بالا سرش نشستم. صبح چشاشو باز کرد، یه خورده جون گرفته بود. گفتم با من برگرد خونه. گفتم الان محمد رضا بیدار میشه یا شده، نمیدونه من کجام و نگرانم میشه. قبول نکرد که برگرده. وقتی داشتم میرفتم گفت خوش به حالت، کسی رو داری که نگرانت باشه. گفتم تو هم داری، خانوادت. گفت بیشتر از خانواده. گفتم عشق. گفت عشق. گفتم شوهرت عاشقت بوده. گفت نمیدونم گذشته دردناکتره یا آینده. این روزا این سوالش مدام تو ذهنم حرکت میکنه و فکر میکنم جوابشو میدونم. آینده. آینده ترسناکتره. آینده آتنه ترسناکتره. هرچه اصرار کردم نایمد کنار آتیش.
سعی کردم ببرمش هتلی جایی، حاضر نشد بیره. میخواد بشینه همینجا و خیره بشه به دریا. نمیدونم. تو برو ماما. برو پیش عشقان. وقتی نیستی فکر میکنم هر لحظه ممکنه بدو بدو بیای بگی عشقان چشاشو باز کرده. برو بذار به این دل خوش باشه. هنوز لب ساحل هم؟ عمه که سر جاش نشسته، مامانم توی این سرما و بارون پیششه. بارون نیست، گرده بارونه. بیا ساندویچ ببر واسه خلیلم ببر، بدون من خریدم نمیخورم. بقیهشم مال مامان احمد. فعلا باید باش راه اومد. بارمون شده را آمدن با آتنه. شکننده است. استعداد بد شدن داره باز. استعداد خوب موندن هم داره. از وقتی برگشت کیلومترها باش را اومدیم. خانواده باش را اومد. وقتی برگشت تو یادت نیست. چرا هست؟ یه چیزی میخوام بگم بده، اما نگم تو دلم میمونه. نفسم میگیره. قفسه سینم درد میگیره. اصلا چرا نباید بگم؟ از آتنه بدم میاد. آتنه جا واسه بد اومدن نداره. شوهرم داره میمیره. شوهرت پسر آتنه است. کاش نبود. دیگه داره بهم بر میخوره. بر نخوره عمو جون، بر نخوره. ما که اینجاییم الان با حسابانیش عمه است. آسون ترین کار گناهکار شناختن آتنه است و بد اومدن ازش. سخت ترین کار مهربون نگاه کردنشه. شما وقتی برگشت مهربون نگاش کردی؟ آره نگاه کردم. حتی وقتی خونه نبود، حتی وقتی یه جایی میپلکید که اسمش خونه نبود، خونواده نبود. اگه داد زدم از مهربونیم بود، اگه التماس کردم از مهربونیم بود. اونم کی؟ صدرا. صدرا که قبل همه چی غرور داره، غرور. جلوش زانو زدم گفتم برگرد، بر نگشت. فکر کنی چیکار کردم؟ باز رفتم، باز بر نگشت. بابا بیژن رفت نیومد، بابا محمدت رفت نیومد. یه روز، حتی یه روز نشد نریم، یه روز نشد ناامید بشیم. گلش از ما بود، از بابات، از بابا بیژن، از مامان ثریا، ذاتش ما بودیم. بالاخره باید بر میگشت، برگشت. وقتی برگشت دلخوری بود، حالم از کاراش گرفته بود. اما گفتم چارش فقط خونواده است. باید سر بلند کنه تو خونواده، آبرو بلند کنه که کرد. آره کرد، کرد و مسئول الان عشقانه، گناهکار عشقانه. رنگ نزا میذارن، سفره دارن، مشورت میکنن. 20 ساله که دارم اینا رو میشنوم. خب سرمیز الان رنگ رضا آتنه بیگناه یا گناهکار؟ بیگناه. پس رنگ رضا میز دارن، سفره دارن، مشورت میکنن، دوره هم تصمیم میگیرن، پارتی بازی میکنن. نه امو، آتنه بیگناهه. اون وقت رخساره که خواست شوهر کنه گفتم طبقه بالا رو خالی کن. نه امو، با بیژن گفت واسه آبروی من شوهر کن. سارا گفت واسه الکی طرف نشدن بچه من شوهر کن. تو چی گفتی؟ پرس چیا دیدم و گفتم. چیا دیدی؟ ندیدی و گفتی بالا رو خالی کن. ندیدی و گفتی خیانت. ندیدی و گفتی
سر میز رنگ رزا الان برای صدراش تصمیم میگیرن عمو، گناهکار یا بیگناه. گناهکار. عمو صدر خریده، یکیشم برای شماست. گفت بدون اون خریده نمیخوری؟ هم مامانتو خبر کن که اشکانی به هوش اومده، هم ساندویچ بهش بده. عمو خبر نکنم؟ چرا، خبرش کن. علی عمو رو خبر نمیکنم. اونم ساندویچ بهش بده بخوره. تا که اینجوری میمونه؟ من دکتر نیستم دخترم. اشکان سراغشو گرفت چی بگم؟ از اولش کبابی نبودم که. اسم کبابی رو یه بابای دیگه رو گذاشت. از بس که عاشق کباب بودم. اون موقع تو محل بچه ها رو هم دیگه اسم میذاشتن. غلام سیاه. مثل ترسو. عزیز شوتی، شهرام بیدردون، خلیل کبابی. یه کوچه ای تو تهران هست
به اسم گذر لوتی ساله. بازار کفاش هست، کفاش های نامداری توش بودن، منصور همیرا، حاجی کابل، ناصر خان بتول. این ناصر خان بتول خوشگل بود، خوشتیپ بود، مردمدار بود، عیاروار بود. من و اون یکی دیگه تو مغازه ناصر خان بتول میخ صاف میکردیم. این ناصر خان عاشق کباب بود، هر روز نهار باید میرفتیم واسش کباب میخریدیم. بعد که کباب پخته میشد میرفتن میرسونن دست اوستاشون، اوستا هم تنخوری و شاگرد ها میموندن و نون و حل ورده قد بقا. ولی ناصر خان اینجوری نبود، دوتا سیخ خودش میخورد، دوتا سیخ هم میداد به من و یکی شاگردش. پنجشنبه به پنجشنبه دوتا سیخ کباب و نون و ریحون و گوجه اضافه تر که میشد سهم داشت سهرابم و مامان تو با. دیگه الان مرده اون مرد، اون همه خوشگلی، اون همه لوتیگری، افت زیر خروار خروار خاک. اون موقع کار به جایی رسید که از خجالتش زدم بیرون از مغازش. حالا خجالت چی بود؟ 10 کیلو میخش که قرار بود صاف بشه صاف نشده بود، 5 کیلو میخ صاف شده رو ریخته بودن تو باقیه میخای کج گلش، گنجشک رو رنگ کرده بودن، قناری رو گشته بودن تو قفس، بهش کلک زده بودن. حالا این کلک رو یا من زده بودم یا اون یکی شاگردش. به جون بابا من کلک نزده بودم، من دلیل محبتش بودم نه دلیل کبابایی که بهم میداد. ولی اون یکی شاگردش ماجرا رو یه جوری برد جلو که این کلک پای من نوشته شد. ناصر خان منو بیرون نکرد، فقط از اون موقع بعد دیگه نگام نکرد. اون شاگرده عادت داشت اگه کار بدی میکرد هیچ ردی از خودش به جا نمیذاشت، ولی اگه کار خوبی میکرد از خودش رد به جا میذاشت. الان هم سر تو همین کارو کرده، از خودش رد به جا گذاشته. کلا اون یکی شاگرده اسمال نفر بود. بابا برای چی رفته بود اونجا؟ متنفر رفتم اونجا، ولی جونم اون نجات داد. چرا اصلا رفته که بخواد جونت نجات بده؟ چرا رفته که از خودش رد به جا بذاره؟ گرفتنش؟ فرار کرد؟ کشتنش؟ فقط صدا میشنیدم ولش کن، نبرش بیمارستان، بیمارستان لون زنبوره، میگیرنت. بعد یه هوای خونک خورد به سرم، چشم باز کردم دیدم تو قایقم. اسماعیل نفر پتو پیچم کرده بود، نشسته بود داشت بهم نگاه میکرد، گفت حالت خوب میشه. من هم چشمامو بستم،
باز با این صدا بیدار شدم. رو کولش بودم تو راه روی بیمارستان، همین جوری داشت میدوید، داد میزد، میگفت پسر خلیل کبابیه، پسر خلیل، کمکش کنید، کمکش کنید. بقیهشو بل کن، بقیهشو بسپرو. سپردم، هر جوری هست ماشینم رو بلستم برسونم. میخوام تا قله قاف ببرمت بابا، میخوام اونجا رو برات گلستون کنم واسه خودت و ستارت. بدون مامان شاید رفته، شاید رفته پیش اشکان. خانم پرستار بباشی، من بچه‌م تشنه شه. مرد شما تا 24 ساعت چیزی نمیتونه بخوره. خواهش میکنم. از خدا روشو به هوش اومد. کار خدا ناامیدی نیست. شما آتنه رو ندیدین؟ تو خیمه شما داداشش بود که. نیست، گم شده، خوابمون برد رفته. رخسار خانم، نمیدی دامالاتو ببینی؟ خدا روشو به هوشه. به هوش؟ خب خیالمون راحته، بریم آتنه رو پیدا کنیم، یه بلای سر خودش نیورده باشه، بعد به آتنه برمیگردیم میبینمش. شما نمیای؟ تنهایی تشریف بیارید دیدن اشکان. نمیخواین مادر پسرتون رو پیدا کنین؟ من الان همراه مریضم خانم. مادر مریضتون گم شده؟ شاید زده باشه به دریا، شاید غرق شده باشه، از اسکله پرت شده باشه. بادم جونو من مافت نداره. راست میگن آدم ها رو تو سفر میشه شناخت. چی ما شناختید؟ اینکه میتونین بیرحم بشین. همه میتونن. شما میتونید. نمیتونید؟ میتونید. چند وقت داره سرتون هوا میخوره؟ چند وقت قوقونش هستم تو خونه تا هواخوری سرتون تمام بشه؟ تا جوابامو بدید. میدونید من منتظرم و جوابامو نمیدید. این بیرحمی نیست؟ این سردرگمیه. سردرگم چی؟ کجم، کلم، عملیم، چشم خلاصه این مرمر پلاسه. سردرگم چی میخوام؟ سردرگم این که اگه یه بار اشتباه کنم چقدر میتونم رو بخششت حساب کنم. تو اون خیمه بودید از آتنه میپرسیدید؟ پرسیدن نداره، دیدم. وقتی بحران میشه تند میشین، تصمیمای اشتباه میگیرین، بیرحم میشین. آخ آخ، عجب دیویم من پس. نه دیو نیستین. اینجور موقع اگه نفس عمیق بکشین صبر و فکرتون دوباره برمیگرده. نفس عمیق. اینجا سفر نیست. اینجا سفر من و شما نیست که بخوای بشناسی منو. این سفر مرگ بود. بچه‌م تو دم مرگ رفت و اومد. پس نگو منو شناختی. حالا من بچه‌م تشنه شده بهش آب میدم. Thank you.
درد عاشق ترین هم درد آخر چگونه از خیالت بگذرم برگرد و غمگینم مکن شبها ای آخرین رویا من بی تو از رویای خود تنهاترم تنهاتر از اینم مکن مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من در سپیده جان روشن باش مرا که بی تو منم بی تو می شکنم ای تمام جهان با من باش سایه مکان بی من مرا به سفر از گرگم مگذار ای بی تو من نگران از من گلایه مکان مرا آتشم بزن و جان بده به من در سپیده جان روشن باش مرا ببینه که بی تو منم بی تو می شکنم ای تمام جهان با من